قلبی دگرگون شده. برای گناهان عذاب و جزاهای هست که به قلب و بدن جاری شده تطبیق می شود. از جمله آن عذاب و جزاها مسخ، یعنی دگرگون گشتن و به شکل بد در آمدن افت و اندام. مسخ این دگرگون گشتن روی انسان، تبدیل یافتن چیز به چیز دیگر. و به تحقیق الله سبحانه و تعالی قوم را از بنی اسرائیل به شکل بد در آورد، آنها را به میمون و خوک تبدیل داد. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود و به درستی از خود شما کسانی را می دانستید که در شب از حد گذراندن، یعنی شکار کردن، و شکار کردن روز شنبه در دین بنی اسرائیل حرام بود. پس به آنها گفتیم بزینه های خار شده باشد. سوره بقره آیت 65. و تبدیل یافتن حقیقی این تبدیل یافتن صورت انسان به صورت حیوان است، اگرچه آن میمون باشد و یا خوک و یا دیگر حیوانات. و دگرگون شدن حقیقی در صورت انسان است، اینچنین در قلب انسان که قلب انسان به مثل قلب حیوان میگردد و انسان در این حالت در اخلاق و شهوات به حیوان مانند می شود. امام ابن قیم رحمه الله در عذاب و جزاهای گناه ها چنین گفته است: از عذاب و جزاهای قلب تبدیل یافتن آن است که قلب انسان نیز تبدیل می یابد. پس آن قلب به مثل قلب حیوان می گردد و انسان در اخلاق و اعمال و طبیعت خود مانند حیوان می شود. و از قلب ها قلبی است که آن تبدیل به قلب خوک، سگ، خر، مار و گژدم و غیره از حیوانات ها می گردد. زیرا الله سبحانه و تعالی اهل دوزخ را بار به خرها و بار دیگر به سگ و بار دیگر به حیوانات مانند کرده است. اگرچه این مانند کردن باطنان باشد، دیر نگذشته آن در صورتشان ظاهر می شود. آنهایی که زیرک هستند آن را می بینند و بعضی ها در اعمالشان تبدیل می یابند و آن ظاهر می شود و آن را همه می بینند. و این دگرگون شدن افت و اندام با اذن الله سبحانه و تعالی است که آن را مسخ تام می نامند. و پس الله سبحانه و تعالی صورت ظاهری انسان را به صورت آن حیوان تبدیل می دهد، همچنانه که آن را به قوم از یهود و امثال آنها عملی کرد. و در این امت نیست می تواند صورتشان را به میمون و خوک تبدیل دهد. و این دگرگون گشتن شکل انسان به حیوان به آنهای می شود که دین اسلام را دگرگون کردند، از حقیقت آن روی گرداندند، شریعت الله را پایمال کردند و به دین الله بازی کردند. بنابراین عذاب و جزا از خودی عمل است. شیخ الاسلام رحمه الله گفت آنهایی که صورتشان را تبدیل داده می شود به سبب عمل فاسد خودی آنها است که با راه حله و نیرنگ به حرام کرده های الله دست می زنند و مقصد شریعت را پایمال می کنند. پس با همین سبب صورتشان دگرگون می گردد. وقتی که دین الله را دگرگون کردند، الله صورت آنها را به صورت میمون خوک تبدیل داد. در این زمان ما باشد مسلمانان بعضی چیزهای حرام را با دیگر نام نامگذاری کردند، به مثل اینکه ربا را فایده نامیدند و عریان گشتن را علم و هنر نامیدند و رشوه را هدیه نامیدند و زنا را صدقه نامیدند و دوری از شریعت را نفع کار نامیدند. این همه از کارهای یهود است، آن یهودی که الله سبحانه و تعالی قلبها و صورتهای آنها را تبدیل به حیوانات کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شما آن گناهان قوم یهود را تکرار نکنید، زیرا به میده ترین حله حرام کرده های الله را حلال می گردانید.